صفحه 205 20 بازاروف سر خود را از کالسکه بیرون آورد و آرکادینیس از پشت رفیق خیش گردن کشید و به روی جلوخان منزل کوچک اربابی مرد بلندقد لاغرندامی را با موهای ژولید و بینی نازک عقابی مشاهده نمود. مرد کت کهنه نظامی بر تن داشت و تکمه‌های کتش به کلی باز بود و در حالی که پاها را از هم باز کرده بود ایستاد و سخت مشغول کشیدن چپق دراز خود بود و پیوسته در اثر نور آفتاب چشمان و ابروان خود را در هم می کشید. پدر بازاروف که دست از چپق بر نمی داشت، گویین که انگشتانش از نگه داشتن چپق خسته شده بود، با خوشحالی گفت: بالاخره تشریف آوردی. خب زود بیا پایین، بیا تا یکدیگر را ببوسیم. پیرمرد همین که مشغول بوسیدن پسر خود شد، صدای لرزان زنی به گوش رسید که فریاد می‌زد: یه نوشا، یه نوشا. در باز شد و پیرزنی چاق و قد کوتاه با کلاه نازک سفید و پیراهن کوتاه رنگین وارد شد. پیرزن فریادی برآورد، تکان تکانی خورد، چیزی نمانده بود که بیفتد و نقش بر زمین شود، اما بازاروف به کمکش رسید و او را نگاه داشت. دست‌های چاق زن پیر آنن به دور گردن بازاروف حلقه شد و سرش به روی سینه یگان پسرش آرام گرفت. ناگهان جمله سر و صداها فرو نشست و فقط صدای هق هق مادر به گوش رسید. بازاروف پیر چند نفس عمیق کشید و بیش از پیش اخم کرد و پس از چند لحظه گفت: آریشا دست بردار، بس است. و پس از رد و بدل نگاهی با آرکادی که بی حرکت پهلوی کالسکه ایستاده و مشغول تماشای ایشان بود و حالا که حتی سورچی صورت خود را برگردانده بود، آهسته به سخنان خود ادامه داد: هیچ احتیاجی به گریه نیست، خواهش میکنم بس کن. پیرزن با صدای لرزان جواب داد: آخر واسیل ایوانوویچ، پس از قرنها نور چشمم، پسرم، نیوشا را. و بدون اینکه دست‌های خود را از گردن بازاروف بردارد، صورت پرچروک اشکالود خیش را کمی عقب کشید و چشمان مضحک پرشعف خود را به پسر خیش دوخت و باز خود را در آغوشش افکند. واسیل ایوانوویچ به آرامی جواب داد: البته زندگی همین است، اما بهتر است که دیگر به اتاق برویم. ببین با یوگینی مهمان آمده است. بعد روی خود را به آرکادی نمود، پاهای خیش را به هم زد و گفت: ببخشید، شما ضعف زنان را می دانید، به علاوه قلب مادر. لبها و ابروان و چانه خود پیرمرد می لرزید، اما از قرار معلوم می خواست بر خود تسلط یابد و خیشتن را خونسرد نشان دهد. آرکادی تعظیمی کرد. بالاخره بازاروف به صدا در آمد و گفت: برویم مادر جان، حقیقتاً دیگر بس است. و با این کلمات زن پیر را به داخل اتاق برد و پس از آنکه وی را در صندلی راحتی جای داد، با عجله یک بار دیگر پدر را در آغوش گرفت و آنگاه آرکادی را به او معرفی نمود. واسیل ایوانوویچ گفت: از این آشنایی صمیمانه خوشوقتم، خواهش میکنم ما را ببخشید. زندگانی سربازی بنایش بر سادگی است. آرینا بلاسوونا، لطفاً آرام بگیر. چه کم ظرف هستی؟ آقای مهمان ناچار ملامتت خواهد کرد. پیرزن اشک ریزان گفت: آقا جان، هنوز افتخار دانستن اسمتان را ندارم. واسیل ایوانوویچ با صدای نسبتاً بلند و متین او را معرفی کرد: آرکادی نیکولایوویچ. پیرزن بینی را پاک کرد، سر خود را به چپ و راست چرخاند، سپس هر دو چشم خود را محکم خوش کرد و گفت: من احمق را ببخشید، مرا معذور بدارید. من یقین داشتم که بالاخره خواهم مرد و پسر عزیزم را نخواهم دید. واسیل ایوانوویچ سخنان او را قطع کرد و گفت: خب خانم، بالاخره به آرزوی خود رسیدید. بعد دختر پابرهنه 13 ساله ای را که لباس چیت قرمزی بر تن داشت و با ترس از لای در سر خود را بیرون آورده بود صدا زد: تانیا، برای خانم یک لیوان آب بیاور، ولی روی سینی بگذار، شنیدی؟ آنگاه به شوخی گفت: اما شما آقایان، بفرمایید برویم به اتاق کار سرباز بازنشسته.
آرینا ولاسوونا به ناله گفت: «یانوشای عزیزم، اقلن یک بار دیگر بگذار در آغوشت کشم.» بازاروف به سوی او خم شد: «به تو چه قشنگ شده ای!» واسیلی ایوانوویچ اعتراض کرد: «قشنگ که چه عرض کنم، ولی به اصطلاح مردی شده از کامل.» «خب آرینا ولاسوونا، اکنون امیدوارم پس از سیراب کردن احساسات مادرانه خود به فکر سیر کردن دو مهمان عزیزت خواهی بود. یقین می‌دانی که با قصه کسی سیر نمی‌شود.» پیرزن از روی صندلی بلند شد و گفت: «همین الان واسیلی ایوانوویچ، سفره حاضر خواهد شد. خودم به آشپزخانه سر خواهم زد و دستور می‌دهم که سماور را روشن کنند. همه چیز مرتب خواهد بود، همه چیز. آخر 3 سال تمام است که او را ندیدم. غذا ندادم، آب ندادم، مگر آسان است.» «خب خانم جان، ببین و مواظب باش که آبرویت نریزد. شما هم آقایان به دنبال من بیایید. یوفگینی، این هم تیموفئیچ، آمده تعظیم عرض کند. پیر مرد هم معلوم می شود خوشحال شده. همچنین پیر سگ خوشحال شدی؟ خب بفرمایید برویم.» واسیلی ایوانوویچ با کفشای کهنه‌ای که از پایش می افتاد با عجله جلو افتاد. تمام خانه او عبارت از 6 اتاق بسیار کوچک بود. یکی از آن اتاقها که مهمانان با آنجا رفتند اتاق کار نامیده می شد. در اینجا میز پای کلفت دیده می شد که به رویش کاغذهایی سیاه قرار داشت. کاغذهایی که از گرد و خاک سیاه شده بود، مثل اینکه با آنها دود زده باشند. این میز تمام فاصله بین 2 پنجره را اشغال می کرد. تفنگ‌های ترکی، شمشیرها و شلاق‌های متعدد، 2 نقشه و چند تصویر از تشریح بدن انسان با یک عکس هوفلاند و طغرایی از موهای سیاه قاب شده بر دیوارها کوبیده شده و آن را تزئین می نمود. پاورقی هوفلاند، فیزیکدان معروف آلمانی. ادامه متن: نیمکتی که چرم آن قدری پارو فرو رفته بود، بین 2 گنجینه بزرگ که از چوب تبریزی ساخته شده بود قرار داشت. روی قفسه‌ها، کتاب‌ها، قوطی‌ها، مترسک‌ها و شیشه‌های خالی بزرگ و کوچک با بی‌نظمی خاصی انباشته شده بود. واسیلی ایوانوویچ شروع به تعارف نمود: «مهمان عزیزم، من به شما گفتم که ما در اینجا زندگی سربازی داریم.» بازاروف سخنان پدر را قطع کرد: «دست بردار. چرا انقدر معذرت می‌خواهی؟ کرسانوف بسیار خوب می‌داند که من و تو قارون نیستیم و تو صاحب کاخ مجلل نمی باشی. و اما کجا او را جای دهیم این مسئله است.» «چه میگویی یوفگینی؟ آنجا در آن قسمت خانه اتاق بسیار خوبی هست و ایشان در آنجا خیلی راحت خواهند بود.» «صحیح، پس ساختمان جدیدی کرده ای.» تیموفئیچ طاقت نیاورد و گفت: «البته، همان نزدیک حمام.» واسیلی ایوانوویچ به عجله اضافه کرد: «یعنی پهلوی حمام، اکنون که تابستان است. من خود به آنجا می روم و دستور به آنجا بیاور. و اما به تو یوفگینی، من البته اتاق کار خود را خواهم داد.» به محض اینکه واسیلی ایوانوویچ خارج شد، بازاروف گفت: «عجب پیرمرد بامزه و خوشقلبی است. از لحاظی شبیه پدر تو است. حیف که پر حرف می زند.» آرکادی گفت: «مادرت گویا زن بسیار خوبی است.» «بله، صاف و صادق است. حالا ببین چه ناهاری تهیه خواهد کرد.» تیموفئیچ که جامدان بازاروف را به اتاق می آورد گفت: «آقا جان، امروز منتظر شما نبودند و گوشت گاو نخریدند.» «بدون گوشت گاو هم امرمان خواهد گذشت. می گویند که فقر گناه نیست.» ناگهان آرکادی پرسید: «پدرت چند نفر رعیت دارد؟» «این ملک مال او نیست، بلکه متعلق به مادرم می باشد. گویا فقط 15 نفر رعیت داشته باشد.» تیموفئیچ از روی غرور گفت: 22 نفر. صدای لفلف کفشی به گوش رسید و باز واسیلی ایوانوویچ نمایان شد و با خوشحالی زیاد گفت: «چند دقیقه دیگر اتاق شما برای پذیراییتان حاضر خواهد بود. آرکادی نیکولایویچ، گویا اسم شریفتان چنین باشد. این هم خدمتکار شما.» پیرمرد پسر بچه موکوتاهی که نوک آرنج لباس سرمه‌ایش پاره شده بود و کفش کس دیگری را به پا داشت
و همراه او وارد اتاق شده بود اشاره نمود و اضافه کرد: نامش فتکاست و اگر چه پسرم ممنوع کرده است، ولی باز میگویم اگر قصوری ملاحظه فرمودید ببخشید، این فتکا چپق را خوب پر میکند. شما که اهل دود هستید؟ آرکادی جواب داد: بله، ولی بیشتر سیگار میکشم. کار بسیار عاقلانه ای میکنید. من خود سیگار را ترجیح میدم، اما در این قسمت های دور افتاده ما سیگار بسیار مشکل یافت میشود. بازاروف باز سخنان پدر را قطع کرد و گفت: خب، نوه سرایی بس است. بهتر است روی این نیمکت بنشین و بگذار تو را خوب تماشا کنم. واسیلی ایوانوویچ خندید و نشست. صورتش بسیار شبیه به صورت پسرش بود، جز اینکه پیشانیش کوتاه‌تر و باریک‌تر و دهانش قدری گشادتر بود. به علاوه او پیوسته حرکت می‌کرد یا شانه‌های خود را مثل اینکه آستین پیراهنش تنگ باشد بالا می‌انداخت یا چشمک می‌زد، سرفه می‌کرد و انگشتانش را تکان می‌داد. و حالا که پسر او به یک نوع آرامش و بی‌اعتنایی خاصی متمایز بود. نوه سرایی؟ و واسیلی ایوانوویچ سری تکان داد و اضافه کرد: تا یوگنی، فکر نکن که من می‌خواهم کاری کنم که به اصطلاح دل مهمان بسوزد و ببیند که در چه مکان دور افتاد و وحشی زندگانی می‌کنیم. من برعکس، خیال می‌کنم برای انسان متفکر مکان دور افتاد و وحشی وجود ندارد. لااقل من که سعی می کنم حتی امکان وجودم زنگ نزند و از عصر خود عقب نمانم. واسیلی ایوانوویچ از جیب خود دستمال زرد نوعی را که با خود از اتاق آرکادی همراه آورده بود از جیب درآورد و در حالی که آن را تکان می داد گفت: بگذاریم از اینکه من مثلا فداکاری نسبتاً زیادی کردم و از اکار دهقانانم را تغییر دادم، به آنها از زمین خود بخشیدم. من این کار را وظیفه خود می دانم. به علاوه عقل سلیم هم در این مورد چنین حکم می کند. گرچه سایر مالکین حتی به فکر این مطلب هم نیستند. خیر، مقصود من چیز دیگری است. مقصودم تحقیقات علمی و علوم نظری است. بازاروف با طمأنینه گفت: بله، می بینم که در اینجا مجله رفیق سلامتی سال 1855 را داری. واسیلی ایوانوویچ با عجله جواب داد: یکی از رفقای قدیم آن را از طریق دوستی برایم می‌فرستد، ولی ما از فیزیولوژی هم اطلاعاتی داریم. این جمله آخر بیشتر خطاب به آرکادی بود. آنگاه پیرمرد به مجسمه کوچک گچی که روی گنج قرار داشت و به چهار گوشه‌های متعددی تقسیم و نمره بندی شده بود اشاره کرد و اضافه نمود: شانلین و رادماهر از نظر ما دور نماندند. بازاروف پرسید: در این استان به رادماهر عقیده‌مند هستند؟ واسیلی ایوانوویچ سینه خود را صاف کرد و گفت: در استان البته شما آقایان بهتر می دانید و ما را چه به همسری با شما. شما به جای ما آمده اید. در دوره ما هم قصه نویسی مانند هوفمان یا بران و ویتالیزم خود بسیار مضحک به نظر می آمدند، در صورتی که آنها هم در زمان خود شهرت بسزایی داشتند. شخص جدیدی جای رادماهر را گرفته است و شما او را ستایش می کنید و حالان که 20 سال دیگر به همین کسی که شما اکنون می ستاییدش دیگران خواهند خندید. بازاروف با تبسم اظهار کرد: برای دلداریت باید بگویم که ما اکنون اصولاً به علم طب می خندیم و در مقابل هیچ کس به زانو در نمی آییم. چطور همچو چیزی ممکن است؟ تو که می خواهی طبیب شوی؟ می خواهم، اما این امر مانع آن امر دیگر نمی شود. واسیلی ایوانوویچ با انگشت وسط خود چپاق خیش را که هنوز مقدار زیادی خاکستر گرم داشت به هم زد و گفت: شاید، وارد دعوا نمی شویم. من مگر کیستم؟ طبیب بازنشسته نظامی که فلاحت پرداختم. سپس رو به آرکادی کرد و اضافه نمود: من در دسته جد شما مشغول خدمت بودم. بله، من در روزگار خود خیلی چیزها دیدم. در چه اجتماعاتی که نبودم، با چه کسانی که ننشستم. من همین منی که شما اکنون در مقابل خود مشاهده می کنید، نبض شاهزادگان مختلفی را گرفتم و همه کسانی را که در سال 1814 در لشکر جنوب خدمت می کردند، ملتفت می شوید؟
در این موقع واسیلی ایوانوویچ لبهای خود را با اهمیت مخصوصی جمع نمود. همه را یکی یکی می شناختم. البته کار من مهم نبود. من می بایستی اسباب و آلات کار خود را بشناسم و بس. اما جد شما شخص بسیار محترم و یک نفر نظامی حقیقی بود. بازاروف آهسته گفت: اقرار کن که او به تمام معنا مرد کودنی بوده است. یوفگینی، این چنو صحبت کردن است؟ رحم کن. البته جنرال کیرسانوف متعلق به دسته ای نبود که... بازاروف سخن پدر را قطع کرد. خب، راجب او دیگر بس است. وقتی به اینجا نزدیک می شدیم من از بیشه درختان سپیدارت حس کردم. خوب رشدی کرده است. واسیلی ایوانوویچ خوشحال شد و گفت: تو ببین اکنون چه باغچه‌ای دارم. هر درختی را خودم نشاندم. هم درختان میوه داریم، هم بوته های خزنده، هم علف های طبی. آقایان جوان، هر قدر شما عاقل باشید، باز پیرمرد باراتسلی سخن به حق مقدسی را بیان کرده است. وی میگوید که با علف ها و کلمات و املاح، تو که میدانی من دست از معالجه مردم برداشتم، با این همه هفته دو بار مجبور میشوم به شغل قدیمی خوب بپردازم. مردم مختلف برای مشورت به اینجا می آیند. نمی شود که با پشت گردنی آنها را روانه کرد. گاهی هم اتفاق می افتد که فقرا برای دریافت کمکی رجوع می کنند. اینجا که هیچ طبیبی وجود ندارد. تصورش را بکن که یکی از همسایگانمان که سرگرد بازنشسته است، او هم طبابت می کند. روزی از او پرسیدم که آیا طب تحصیل کرده است؟ جواب دادند که خیر، تحصیلی نکرده و بیشتر از روی خیرخواهی به این کار دست زده است. از روی خیرخواهی؟ به نظرت چطور می آید ها؟ بازاروف با خشونت گفت: فتکا، چپاق مرا پر کن. واسیلی ایوانوویچ با ناامیدی گفت: یک بار هم طبیبی برای مریضی آوردند، ولی مریض تا طبیب برسد جان سپرد. پیش خدمت هم بدون اینکه طبیب را به داخل منزل راه دهد، با گفت: دیگر احتیاجی به شما نیست. طبیب که منتظر چنین امری نبود، کمی ناراحت شد و پرسید: خب، ارباب قبل از مرگش سکسکه هم کرد؟ بله کرد. زیاد سکسکه کرد؟ بله. خب، این بسیار خوب است. و با این کلمات طبیب مراجعت کرد. پیرمرد خندید، آرکادی تبسمی مختصر نمود و بازاروف فقط به تنگ کردن کمربند خود اکتفا کرد. به این ترتیب صحبت ساعتی به طول انجامید. ضمناً آرکادی فرصتی کرد و به اتاق خود که بیشتر به بینه ی حمام شباهت داشت و بسیار تمیز و مطبوع می نمود سری زد. بالاخره تانیا وارد شد و اعلام کرد که نهار حاضر است. واسیلی ایوانوویچ قبل از دیگران برخاست و گفت: بفرمایید آقایان، و اگر حوصله‌تان را سرآوردن بزرگواری خودتان ببخشید. شاید زنم به از من از شما پذیرایی کند. نهار با اینکه با عجله تهیه شده بود ولی بسیار خوب و مفصل بود. فقط شراب کمی بد از آب درآمد. شراب اسپانیایی تقریبا سیاهی که تیموفئیچ در شهر از تاجر آشنایی خریده بود. طعم مس میداد. مگس ها هم اذیت میکردند. معمولا مگس ها را خانه شاگرد با شاخه سبزی میراند، ولی این بار واسیلی ایوانوویچ او را از ترس انتقاد نسل جوان مرخص کرده بود. آرینا ولاسوونا هم فرصت کرده خود را آراسته بود. کلاهی توری که ربان‌های ابریشمین داشت بر سر نهاده و به روی شانه خود شال آبی راه راهی انداخته بود. به محض اینکه چشم پیرزن مجدداً به یوفگینی عزیزش افتاد، اشکش روان شد. اما این بار شوهرش مجبور نشد وی را نصیحت کند، چون خود او از ترس اینکه مبادا شالش لکه دار شود اشک ها را فوراً پاک کرد. فقط دو جوان به غذا خوردن پرداختند. میزبان ها نهار خود را مدتی پیش صرف کرده بودند. سرمیز فتکا با کفشای غیر معمولی خود خدمت می نمود و زنی قوی که صورتی جدی و کج داشت و موسوم به آنفیس بود و در این حال کلیددار و مرغدار و رختجوی هم بود، به فتکا کمک میکرد. در تمام مدت نهار واسیلی ایوانوویچ مشغول قدم زدن در اتاق بود و با چهره شاد که حاکی از سعادتمندی بود
از نگرانی‌های خود راجب سیاست ناپلئون و مسئله قامز ایتالیا سخن می‌گفت. پاورقی مراد ناپلئون سوم است. ادامه متن. آرینا ولاسوونا متوجه آرکادی نبود و به او تعارفی نمی‌کرد. وی دست‌ها را به زیر صورت گرد خود که لبان گوشتی آلبالویی رنگی داشت تکیه داده بود. خالهای متعددی که به روی گونه‌ها و ابروانش نقش بسته بود، حالت بسیار ساده و خوبی به صورت وی می‌داد. پیرزن چشم از پسر خود بر نمی‌داشت. پی در پی آه می‌کشید. دلش می‌خواست بپرسد که پسرش برای چند روز آمده است، اما می‌ترسید این سؤال را بکند. با خود می‌گفت نکند که بگوید برای دو روز، و با این فکر قلبش از کار می‌ایستاد. پس از خوراک گوشت واسیلی ایوانوویچ لحظه ناپدید شد. سپس با یک بطری شامپانی مراجعت کرد و با خوشحالی گفت بفرمایید، هرچند ما در ده زندگی می کنیم ولی در مواقع شادی ما هم چیزی داریم که خود را خوش سازیم. آنگاه سلیوان و یک گیلاس کوچک پر نمود و به سلامتی مهمانان گرامی به یک جرعه مانند نظامیان لیوان خود را سر کشید و زن خود را هم مجبور کرد که تا قطره آخر گیلاسش بنوشد. چون نوبت به مربا رسید، آرکادی که از هر چیز شیرینی متنفر بود، وظیفه خود دانست که از هر چهار نوع مربایی که تازه تهیه شده بود بچشد. به خصوص که بازاروف جدن از خوردن آن امتناع ورزید و مشغول کشیدن سیگار شد. پس از نهار فوراً چای و سرشیر و کره و نان خشک آوردند. کمی بعد واسیلی ایوانوویچ همه را به باغ راهنمایی کرد تا از زیبایی سر شب محظوظ شوند. چون از جلوی یکی از نیمکت‌های باغ گذشتند، پیرمرد به گوش آرکادی گفت: در این مکان من دوست می‌دارم که به غروب خورشید نگاه کنم و به بحر تفکر فرو روم. این کاری است که شایسته درویشان است، اما کمی دورتر چند درخت کاشتم که از درختان محبوب هوراس شاعر رومی به شمار می‌رود. بازاروف که به سخنان پدر گوش می‌داد پرسید: چه درختانی؟ به البته عقاقیا. بازاروف خمیازه کشید و واسیلی ایوانوویچ اظهار کرد: من گمان می‌کنم موقع آن رسیده است که مسافرین ما به آغوش رب و نوع خواب روند. بازاروف اظهار کرد: می‌خواهی بگویی موقع خواب شده است؟ حکم عادلانه است، حقیقتاً هم موقع خواب فرا رسیده است. هنگام خداحافظی بازاروف پیشانی مادر خود را بوسید و او هم بازاروف را در آغوش گرفت و مخفیانه سه بار پشت سر وی علامت صلیب کشید. واسیلی ایوانوویچ آرکادی را به اتاق وی راهنمایی کرد و گفت: امیدوارم همچنان که من در سنین سعادتمند شما استراحت می‌کردم، شما هم اکنون خوب استراحت کنید. و حقیقتاً هم آرکادی در اتاق کوچک متصل به حمام بسیار خوب خوابید. مختصر بوی نعنا اتاق را معطر کرده بود و دو جیرجیرکی که به نوبه در پشت بخاری جیرجیر می‌کردند، انسان را به خواب تحریص می‌نمودند. واسیلی ایوانوویچ از پیش آرکادی به اتاق کار خود روان شد و پایین پای پسر خود روی نیمکت جای گرفت. می‌خواست سر صحبت را باز کند ولی بازاروف به عنوان اینکه خسته و مست خواب است، او را از پیش خود روانه کرد و خود تا سپیده صبح به خواب نرفت. چشمانش با خشم و بغض مخصوصی به تاریکی شب نگران بود. خاطرات طفولیت او را مشغول نمی‌کرد، خصوصاً که هنوز فرصت نکرده بود از تأثیرات تلخ چند روز پیش هم آزاد شود. آرینا ولاسوونا ابتدا دعای مفصلی خواند، سپس مدتی با آنفیس که متحیر در مقابل وی ایستاده و تنها چشم خود را به او دوخته بود گفتگو نمود. آنفیس با صدای اسرارآمیز تمام عقاید و ملاحظات خویش را درباره یوفگینی واسیلیوویچ شرح می‌داد. سرپیرزن از خوشی و شراب و دود سیگار به کلی گیج شده بود. شوهرش خواست با او صحبت کند ولی سر تکان داد و رد شد. آرینا ولاسوونا از نجیب زادگان حقیقی دوره گذشته بود و میبایستی 200 سال قبل، یعنی در زمان حکومت موسکوی قدیم زندگانی کرده باشد. بسیار خداپرست، حساس و معتقد به انواع مختلف علائم و تفعل و جادو و خواب بود.
به دراویش و ارواح و قول و چشم زخم و دواهای فرنگی و فرارسیدن آخر الزمان ایمان داشت. عقیده داشت که اگر شب عید پاک شمع‌های کلیسا هنگام دعا خاموش نشوند، جوه دو سر حتما خوب به عمل خواهد آمد. و نیز یقین داشت چنانچه چشم انسانی قارچی را ببیند، دیگر آن قارچ نخواهد روید. می گفت شیطان دوست دارد آنجای باشد که آب هست و تردیدی نداشت که به روی سینه هر یهودی یک لکه خونین نقش بسته است. از موش، قورباغه، زالو، گنجشک، رد، آب سرد، جریان هوا، اسب، بز، اشخاص موقر و گربه سیاه می ترسید. جیرجیرک و سگ را نجس می دانست، گوشت گوساله و کبوتر و خرچنگ و خرگوش و همچنین پنیر و مارچوبه را نمی خورد. به هندوانه لب نمی زد، چون هندوانه سر بریده یحیای تعمید دهنده را در نظرش مجسم می نمود. از حلزون با چندش صحبت می کرد، غذا خوردن را دوست می داشت، اما روزش را هم هرگز نمی خورد. در شبانه روز 10 ساعت می خوابید، ولی همین که سر واسیل ایوانوویچ درد می گرفت، او اصلا به رخت خواب نمی رفت. هیچ چیز جز یکی دو کتاب مقدس نخوانده بود، و چیزی جز یکی دو نامه در سال نمی نوشت. اما در خانه‌داری و پختن مربا و شربت و خوش کردن سبزی ها و میوه ها سررشته فراوانی داشت. گویین که شخصا به هیچ کاری دست نمی زد و اصولا به سختی از جای خود تکان می خورد. آرینا ولاسوونا بسیار خوش طینت و در نوع خود عاقل بود. می دانست که در این دنیا اربابانی هستند که باید فرمان دهند و مردمان عوامی که باید اطاعت کنند و به این جهت از تعظیم و تکریم روگردان نبود. ولی با زیر دستان هم با محبت و مهربانی رفتار می نمود و هیچ فقیری را بدون نواله دور نمی کرد. هیچ کس را محکوم نمی کرد و حالان که از غیبت کردن هم لذت می برد. در جوانی بسیار مقبول بود، می توانست کمی پیانو بزند و مقصود خود را به زبان فرانسه ادا نماید. اما در طول مسافرت‌های متعدد با شوهری که برخلاف میل خود به ازدواجش تن در داده بود، کم کم چاق شد و موسیقی و زبان فرانسه را به کلی از یاد برد. پسر خود را بی نهایت دوست می داشت و از او می ترسید. زمام ملکداری را به دست واسیل ایوانوویچ سپرده بود و خود در هیچ کاری دخالت نمی کرد و همین که شوهر پیرش صحبت از اصلاحات طرح‌های جدید خیش به میان می آورد، ناله می کرد و خود را با دستمال باد می زد و از ترس ابروان را بالا می کشید. بسیار خیال باف و پیوسته منتظر بدبختی عظیمی بود و محض اینکه به یاد مطلب حزن‌آوری می افتاد، اشک می ریخت. چه این زنانی اکنون کمیابند و دارند از بین می روند و خدا می داند که باید از این امر خوشوقت شد یا متاسف.